یکی از برنامه هایی که من خودم به شخص خیلی ازش استفاده می کنم، حالا روی آیپد خیلی بیشتر، روی آیفون یه مقدار کمتر، این برنامه آی بوکس که برای خوندن کتاب و پی دی اف، ولی متاسفانه به صورت پیش‌فرض توی آیفون یا آیپد نصب نیست. شما خودتون باید دانلود بکنید و نصبش بکنید. زمانی که این برنامه شما نصب کردید، اینجا بوکس شما فعال میشه و خب حالا تنظیماتش رو هم میتونیم اینجا الان با هم ببینیم. برای اینکه شما یه پی دی اف رو اضافه بکنید به لایبرری آیتیونزتون، خیلی راحت میایین درگش میکنین اینجا. البته حتما نباید پی دی اف باشه، میتونه ای پاپ هم باشه یا فرمت های استانداردی که برای کتاب هست و میتونه آیتیونز اونها رو ایمپورت بکنه. پی دی اف و ای پاپ حداقل دوتا از اونهاست که میتونه ایمپورتشون بکنه. وقتی اینجا دیده شدن به این معناست که میتونید شما توی آی بوکس هم اونها رو ببینید. این همون سیستمی که ما برای موسیقی و فیلم داشتیم، دقیقا سیستم سینک کتابمون هم به همون شکله و اینجا شما میتونید بگید همه کتاب رو بر من کپی کن، که احتمالاً شما میتونید حدس بزنید که من اصلا از این خوشم نمیاد، من خودم دوست دارم همیشه همه چی انتخاب بکنم. سلکت بوکس رو من میزنم و حالا اینجا به نسبت حالا چیزایی که دوست دارم، کتاب هایی که میخوام و بیشتر میخونم رو اینجا انتخاب میکنم. وقتی تموم شد حالا ممکن کتاب های دیگه رو اضافه بکنم. زمانی که شما یه تیک رو اینجا میزنید، سینک رو میزنید و اون کتاب ها به این قسمت بوکستون اضافه میشن. عیناً دقیقا مثل مووی و موسیقی میتونید شما بیاین اینجا یه چیز دیگه رو هم مثلا فرض کنید مثل این خودآموز براد برد برای استوری بورد، اینجوری درگ بکنین اینجا به صورت دستی و خب حالا از حالت سینک خارج میشه، ولی یعنی در واقع خب سینک نشده اما اینجا هستش و شما اگه دوست داشتین میتونین روی حالا چه آیفونتون چه روی آیپدتون، چون دقیقا تکنیکشون یکی است، ببینیدش و بخونیدش.